www.kirkland.org. 670 AM. KIRN. Simi Valley, Los Angeles. 95.5 FM, HD3. صبحانه با هما سرشار. یاران، مهرامیزترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه 13 ماه جولای سال 2019 میلادی برابر با 22 تیر ماه 1398 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرفراز و خرسند که در بامداد این نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 10 بامداد در رادیو ایران 670 AM همراه با فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه با شما خواهیم بود. در ساعت نخست برنامه امروز با شما شنوندگان خوب این برنامه از 20 سالگرد رویداد هجره تیر و واقعه کوی دانشگاه سخن خواهیم گفت. با گروه زیادی صحبت میکنیم، ترانه ها و گفته های مربوط به اون روز رو برای شما پخش میکنیم و در ساعت دوم به فرهنگ و هنر خواهیم پرداخت. با ما باشید در تمام طول این برنامه که کلی براتون حرف و نقل داریم. خب، نگاهی سریع بیندازیم به هفته‌ای که گذشت و رویدادهایی که بیش از همه جلب توجه کردن، پوشش گرفتن و جالب بودن. نخست اجازه بدید که از برنده شدن تیم فوتبال زنان آمریکا در جام جهانی فوتبال فرانسه صحبت بکنم که موجب بسیار خوشنودی و خوشحالی امریکایی ها شد و به همین مناسبت موقع که تیم به آمریکا برگشت در نیویورک در محل ساختمان شهرداری نیویورک جمع شدند، یک رژه مفصل هم در معبر قهرمانان دادند و پس از اون خانم میگن راپینو کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان آمریکا با حاضران صحبت کرد. جمعیت زیادی که اونجا اومده بودند از مسائل و مشکلات زنان ورزشکار صحبت کرد، از مسائل تبعیض‌هایی که در این زمینه هست و بعد هم اعلام کردن این تیم که به کاخ سفید نخواهند رفت و با مردم خواهند بود در شریک شدن با این در این پیروزی بزرگی که برای زنان بود. برای چهارمین بار مردم هم برای پشتیبانی از آنها و سخنان میگن راپینو همجور اعلام می‌کردند که ایکوال پی، یعنی باید واقعا به زنان ورزشکار هم وزن مردان ورزشکار احترام گذاشته بشه، حقوق بیشتری به اونها داده بشه، در حالی که الان واقعا نحوه پرداخت حقوق به این زنان ورزشکار قابل انتقاده، بسیار کمتر از مردان مساوی خودشون هست. در بخش دیگری از جهان، در نقاط مختلف جهان، سه قدرت اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در نشست فوق‌العاده شورای حکام که روز چهارشنبه 10 جولای به درخواست آمریکا در وین برگزار شد صحبت کردند، نشست داشتند و اعلام کردند که ایران از تضعیف بیشتر برجام باید خودداری بکنه و با قرائت بیانیه مشترکی از عدم پایبندی ایران به برجام و اقدامات آینده جمهوری اسلامی درباره کاهش تعهداتش در توافق هسته‌ای اظهار نگرانی زیادی کردند. آقای پرزیدنت ترامپ هم در نخستین واکنش به افزایش سطح غنی‌سازی یورانیوم توسط جمهوری اسلامی و نقض برجام گفت بهتر است ایران مراقب باشد. وزیر خارجه ایران هم گفت دیپلماسی ایران باعث انزوای سیاسی آمریکا شده و در مرحله بعد آمریکا شاهد انزوای اقتصادی هم خواهد بود. آقای محمد جواد ظریف در ادامه صحبتاش به رایزنی‌های دیپلماتیک مقام‌های فرانسوی گفت که مقام‌های این کشور تلاش می‌کنند تا آمریکا تحریم ها را کنار بگذارد و امکان کاهش تنش ها وجود داشته باشد. خلاصه این مسئله غنی‌سازی اورانیوم تا 20% بالا رفتنش و افزایشش از طرف جمهوری اسلامی و همینطور واکنش ها و تنش هایی که در این زمینه به وجود آمده یکی از بحث های مهم هفته گذشته بود در اروپا، آمریکا و ایران. آقای جفری اپستین، میلیاردر معروف آمریکایی که به سوء استفاده جنسی از ده ها دختر زیر سن قانونی و هدایت یک شبکه قاچاق جنسی متهم شده بود و
بر اساس گزارش دادستانی فدرال نیویورک، بلافاصله هنگامی که در فرودگاهی در نیوجرسی هواپیماش به زمین نشست، جت خصوصیش دستگیرش کردن و او رو تحت مراقبت بردن و براش زندان خواستن ببرن که در هر حال فعلا مشغولن در این جریان، از شکایت دادستانی در جریان هست. بلافاصله بعد از اون جمعی از نمایندگان دموکرات خانه نمایندگان آمریکا خواستار استعفای آقای الکساندر آکوستا شدند که وزیر کار دولت ترامپ بود تا چند روز پیش، و بعد نهایتا به دلیل اینکه در زمانی که آقای جفری اپستین در 12 سال پیش محکوم شده بود به همین سوء استفاده جنسی از دختران زیر سن قانونی، ایشون دادستان بوده در اون زمان و گفته میشه که از یکی از موارد که میتونست استفاده بکنه بهش میگن سویت هارت پانیشمنت، به کمترین رو به او داده بوده و بعد اجازه داده که در طول مدت که زندان بوده روزها بره در آفیسش. خلاصه بحث در این زمینه خیلی زیاد شد از اینکه استثناء براش قائل شدن و به همین دلیل خیلی آقای آکوستا رو مورد انتقاد قرار دادن و در نتیجه چند روز بعد پس از اینکه آقای آکوستا خیلی از خودش دفاع کرد و آقای ترامپ هم از او به عنوان یک وزیر کار موفق پشتیبانی کرد، ایشون استعفا کرد به دلیل فشارهای زیادی که بر اومد و گفت نمیخواد که مسئله او و حضور او در کارزار انتخاباتی آقای ترامپ تأثیر بذاره. وزارت خارجه بریتانیا هم تایید کرد که کیم داروک سفیر بریتانیا در آمریکا استعفا کرده. آقای داروک گفته که ادامه کار با توجه به شرایط موجود برای او غیر ممکنه. باید بگیم که چند روز قبل از این استعفا ایمیل های سفیر بریتانیا در واشنگتن لو رفت که در اون دولت رئیس جمهوری ترامپ را بی‌منطق، متزلزل و ناکارآمد توصیف کرده بود و در واکنش آقای ترامپ هم اعلام کرد با او کار نمی‌کنه. خانم ترزا می که هنوز نخست وزیر بریتانیا است خیلی از این استعفا اظهار تأسف کرد و ولی در هر حال این اتفاق هم افتاد و تنش‌های مجدداً بین آمریکا و بریتانیا به وجود آمد. دولت هنگ کنگ خواسته معترضان در مورد لایحه استرداد مظنونان را پذیرفت و رئیس اجرایی هنگ کنگ گفت که این لایحه که افراد مظنون به ارتکاب جرائم به سرزمین اصلی یعنی چین باید برگردانده بشن رو پیگیری نمی‌کنه و این یکی از واقعا دستاوردهای اعتراض‌های مدنی و حضور بیش از میلیون ها صدها هزار و حتی گفتن در حد 1 میلیون نفر توی خیابان بود که اعتراض کردن به این از شهروندان هنگ کنگ و بالاخره مردم موفق شدن که در این تظاهرات و در این مخالفتی که داشتند دولت هنگ کنگ رو وادار کنن که این حکم رو لغو بکنه. اداره مهاجرت و گمرک آمریکا هم اعلام کرد که پس از یک مهلت 2 هفته‌ای که آقای پرزیدنت ترامپ داده، دستگیری و استرداد مهاجران غیرقانونی از یک شنبه فردا آغاز خواهد شد و به گزارش رویترز ماموران اداره ICE در جریان یک عملیات بزرگ بیش از 2000 مهاجر غیرقانونی را که دست کم در 10 شهر بزرگ آمریکا حضور داشتند بازداشت کرد خواهند کرد و یا کردند و این مهاجران از این کشور اخراج خواهند شد. آقای اریک سوالول که نماینده کنگره آمریکا از کالیفرنیا بود از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری کنارگیری کرد و خارج شد از این دور و بلافاصله پس از او آقای تامس استایر میلیاردر لیبرال کالیفرنیا اعلام کرد که به طور رسمی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری 2020 ثبت نام کرده و همچنان نامزدهای انتخاباتی در آمریکا از طرف حزب دموکرات 20 نفر شدن، یکی کم شد یکی دیگه اضافه شد و همچنان 20 نفر موندن و هفته آینده قرار است که باز هم با هم یک مناظره مفصل داشته باشن، این بار در شبکه CNN. در جریان گرفتن یا در واقع متوقف کردن کشتی نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق، پلیس این منطقه اعلام کرد که 2 نفر که تابعیت هندی رو دارن ولی هنوز اتهام متوجه آنها نشده است رو
در هر حال ور کردم، ولی پلیس گفته افراد بازداشتی میتونن به خدمات حقوقی و کنسولی دسترسی داشته باشن. این قضیه هم قضیه نفتکش ایرانی در جبل طارق و امثال اونها و بلافاصله پس از اون متوقف کردن یک نفتکش بریتانیایی در آبهای ایران در دریای عمان و خلیج فارس بسیار موجب تنش شده بین ایران، بین بریتانیا و در واقع در سیاست بین المللی هم مسائلی رو به وجود آورده که همزمان با اون هم مثل یک نفتکش اوکراینی رو که حامل نفت ایران بوده در کانال سوئز توقیف کرده. در هر حال این حرکات و این توقیف هایی که داره انجام میشه مسائل و مشکلات خاص خودشو داره که به اون دیگه نمیتونیم الان بپردازیم چه فرشا داره اشاره میکنی که وقت عمومه. بریم و برگردیم در خدمت شما باشیم. خب همطور که بهتون گفتم برنامه ویژه 18 تیر رو امسال داریم، امروز داریم به مناسبت 20 سالگردش و در نخستین بخش از این یادآوری و این بخش ویژه میریم به شرق آمریکا و سراغ آقای علی افشاری، یکی از دانشجویانی که در اون سال در کوی دانشگاه بودند و جزو فعالان و جنبش دانشجویی بودند و الان هم در آمریکا به سر میبرند و شاهد عینی رویدادی بودند که الان 20 سال از اون میگذره و دوست داشتم که از ایشون در زمینه خاطراتشون و یادآوری این رویداد فاجعه بار که در تاریخ معاصر ایران ماندگار شد و به عنوان روز دانشجو، چون این اتفاق در روزی اتفاق افتاده بود که در واقع روز دانشجو بود، از یک سابقه چندین ساله برخوردار بود که حالا از آقای افشاری سوالات بیشتر رو در این زمینه می‌کنیم. صبح شما بخیر آقای علی افشاری. سلام، صبح شما بخیر. خیلی ممنونم بابت این مصاحبه و همچنین خدمت شنوندگانتون هم سلام و درود عرض میکنم. سپاسگزارم ازتون. آقای علی افشاری به ما بگید از خاطری که بعد از 20 سال هنوز در ذهنتون حتما زنده مونده، بگید که اون روز چه اتفاقی افتاد و چه شد و چگونه این فاجعه به کشته شدن چند دانشجو، دستگیری های زیاد و بعد از اون هم اتفاقات و رویدادهایی که اصلا به کلی در واقع میشه گفت مسیر سیاسی ایران رو تغییر داد برای ما بگید. بله، نخست خدمت رو عرض بکنم، خب من در شب حادثه نبودم به دلیل اینکه در اون شب حادثه خب مرکز مختص دانشجویان کوی ساکن در کوی دانشگاه تهران بود. من خب دانشگاه پلی‌تکنیک بودم و من از فردا ماجرا به اصطلاح وارد شدم وقتی که اون حمله وحشیانه انجام شده بود، تخریبای وحشتناک و واقعا دیدن اون صحنه ها، این اتاق هایی که واقعا مثل یک حمله ارتش خارجی ویران شده بودن و از جاها آتیش گرفته بودن، شهرک که خون پاشیده بود به یک سری شیشه ها، خب این واقعا شوک‌آور بود چون در اون مقطع اتفاق خاصی هم به اون صورت در عرصه سیاسی نبود که انتظار چنین خشونت بالایی رو از ناحیه حکومت، نیروی انتظامی و لباس شخصی ها و گروه های فشار بخوام کسی انتظارش رو می‌داشت در اون مقطع. به هر صورت من به عنوان عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در اون مقطع بودم و خب به هر حال تحکیم بلافاصله سازماندهی رو انجام داد برای حرکت های اعتراضی و خب حالا همونطور که اون تخریب به شدت غیر مترقبه بود، واکنش دانشجویان و همچنین مردم هم غیر منتظره بود، به میزان بسیار بالای حضور پیدا کردن. من فکر میکنم حداقل با قطعیت میتونم بگم که رکورد مشارکت توده دانشجویان در یک حرکت اعتراضی دانشجویی در 18 تیر شکسته شد و از همه دانشگاه های تهران جمع گسترده ای اومدن. اینها به شدت عصبی بودن، پیگیر بودن و روحیه مبارزه جویانه اومده بودن و همچنین مردم، یعنی در روز اولی که در مقابل صدر دانشگاه تهران اولین حرکت اعتراضی شکل گرفت، ده ها هزار نفر حضور پیدا کردن. و هر صورت اون حرکت اگرچه نافرجام مون، ولی به یک نقطه عطف و ماندگار هم در تاریخ جنبش دانشجویی
و هم در تاریخ سیاسی ایران بدر شد. خب اون حرکت جنبش دانشجویی رو به نقطه اوج فعالیت‌هاش رسوند، منتها ناکامی اون حرکت و برخی از سرخوردگی‌ها بعداً منجر به یک سری رکودها و کاهش‌هایی شد. اما 18 تیر هم جنبه نمادین پیدا کرد در کنار 16 آذر و هم یک نوع حالت آیینی، اینکه هر سال 18 تیر یک یادآوری هست، یک تلنگری هست برای دانشجویان که هم به سنت‌های مبارزاتی دانشجویی، آرمان‌های دانشجویی فکر کنن، پایبندی خودشون نشون بدن، در اون چهارچوب با اون معیار به وضعیت موجود فکر بکنن و به حال یک منبعی هست برای مبارزه برای آزادی، برای دفاع از استقلال دانشگاه، آزادی‌های آکادمیک و همچنین ایستادگی در برابر استبداد. از طرف دیگری هم به هر صورت آنچه در 18 تیر رخ داد و سرکوب خشن حکومت که واسط بعد از شب حادثه البته منجر به جان باختن چند نفر از به اصطلاح هم دانشجویان و هم مردم به اصطلاح عادی شد، حالا به طور مشخص آقای ابراهیم عزت ابراهیم نژاد شاید شاخص‌ترین اون چهره باشه، صدها نفر به زندان افتادن، خب برخی از اونها دوران طولانی در زندان بودن، بخشی مانند زنده‌یاد اکبر محمدی به هر صورت در اثر تأثیرات هم زندان طولانی مدت مشکلاتی که بود در خود زندان جان باختن که به هر صورت نمیشه اونو بی ارتباط تونست با این فشارها، ولی خب این برخورد هم باعث شد که جرقه های تردید در این که جمهوری اسلامی میشه و استفاده از خود قانون اساسی سازوکارهای درون قدرتشون رو اصلاح کرد، اولین ترک‌های جدی در بعد از 18 تیر به این تصور زده شد و در ادامه معلوم شد که از این طریق خواسته های مردم ایران شدنی است. یعنی در واقع مردم از یا دانشجویان از آقای خاتمی، محمد خاتمی دل کندن و اصلاحات و اصلاح طلبیشون، چون درست این اتفاق در موقع حضور ایشون در دولت بود دیگه. بله دقیقا، یکی از به هر صورت مسائلی که در اونجا دیده شد عملکرد ضعیف و انفعال آقای خاتمی بود، یعنی برخلاف انتظاری که خب دانشجویان در اون مقطع آقای خاتمی داشتن، بحث واکنش و اینها رو مطرح می‌کردن از روی اون، ولی خب این نشد و بعد هم همین ضعف دولت باعث شد که یعنی تردیدهای جدی در اونجا ایجاد شد، منتها عبور از سال بعدش عملا میشه گفت صورت گرفت، چون کماکان در انتخابات مجلس ششم هم که چندین ماه آقای افشاری یه سر صدایی مثل اینکه مثل وزش باد چندین ماه بعد از به اصطلاح فاجعه کوی دانشگاه انتخابات مجلس ششم بود که باز به هر صورت جنبش دانشجویی در اون مقطع حضور داشت، در اون به اصطلاح حرکت حمایتی از اون که اصلاح طلب وارد مجلس ششم بشن. اما از سال 79 به بعد، بعد از خروج طرح اصلاح قانون مطبوعات و دستور خامنه‌ای، اونجا بود که میشه گفت دیگه ما تقریبا شاهد این جدایی بودیم. آیا واقعا جنبش و مطالبات دانشجویان پس از این رویداد، پس از این واقعه آقای افشاری رادیکال شد؟ یعنی به کلی به یه سمت گرفت؟ بله. در این زمینه به ما بفرمایید. بله. بله. پیش از اون البته بهم جنبش دانشجو در درون خودش خب یک تنوع و تکثری داشته، همه که به یک گونه نگاه نمی کردن، منتها هم جریان غالب هستش. یعنی غالب رو اگر نگاه بکنیم تا قبل از 18 تیر فرصد امید بسته بود میزان زیادی به روکرت‌های رفرمیستی، به اصلاحات، به دولت خاتمی و غیره، که از این طریق قدم به قدم به هر صورت کشور مرحله به مرحله گام به گام خواسته ها محقق بشه، هم خواسته های درون دانشگاهی و هم مطالبات بیرون دانشگاهی، چون مثلا جنبش دانشجویی مسئله توسعه سیاسی، مسئله عدالت، رفاه اجتماعی مردم هم مسئله مهمی بود. اما بعد از 18 تیر هستش که می‌بینیم کم کم نگاه ها میاد دیگه به سمت رویکردهای جامعه محور جنبشی بیرون از ساختار قدرت و این عبور از خاتمی انجام میشه. بعد مسئله نقد همه جانبه قدرت میاد، مراحل بعدیش بحث قانون اساسی و غیره مطرح میشه که باید تغییر پیدا بکنه. از این منظر هستش که 18 تیر رویداد منظرم مهم و معناداری هستش که تأثیراتش فقط در حوزه جنبش دانشجویی محدود نموند و از همه چیز مهمتر بعد از سال 60 میشه گفت که خیابونهای تهران هیچ وقت شاهد حضور این معترضان نبود، یعنی برای اولین بار بود دوباره مردم به خیابان ها آمدن بعد از سال 60 و این تصور که میشه از طریق این حضور
خلع قدرت مردم، ایستادگی ها به تغییرات سیاسی رسید و حتی تغییر جمهوری اسلامی را دنبالش بود، جرقه هاش در اونجا زده شد. به نظر من ماکت سال 88 اولا در هجرتیر 78 بود و در اونجا یک به اصطلاح حالا در یک سطح کوچکتری این اجرا شد. منتها خب بین اون کسانی که در خیابون‌ها بودن خواسته ها خب خیلی متفاوت بود، ناهمگون بود، ولی به هر حال برخی همون وقتا در خیابون‌ها بحث ضرورت تغییر جمهوری اسلامی غیره رو مطرح کرد. میتونم ازتون بپرسم آقای افشاری، شما الان که یک کنشگر در واقع سیاسی و یا حقوق بشر هستین در خارج از کشور، چگونه این حرکت رو پس از 20 سال هنوز میبینید و آیا آینده روشنی برای این خواهید دید؟ فکر میکنید دانشجویان که همچنان دارن در پایگاه خودشون ایستادن و انتظاراتشون همونطور که شما در صحبتاتون گفتید متفاوت شده، بیشتر چیزهای مطالبات بیشتری دارند، به کجا خواهد کشید؟ ارتباطی بین کنشگران خارج از کشور، دانشجویانی که در اون دوره و در آن زمان 20 سال گذشته بودن و الان خارج از کشور هستن، تعدادتون هم کم نیست، زیاده، با داخل هست نیست، چگونه اینو یه نگاه سریع به این بیاندازیم لطفا؟ خواهش میکنم. نه ببینید، به حال حالت سازمان یافته که دیگه وجود نداره. به عنوان مثال دوره فعالیت دانشجویی من سالها تموم شده، فعالیت دانشجویی خب برای دوره موقتی هست. شرایط الان دانشگاه های ایران با سال 78 تفاوت خیلی زیادی کرده، حالا وقت نیست خیلی وارد من توضیحاتش بشم، ولی در به طور خلاصه میتونم بگم اون قدرت، اثرگذاری، سطح فعالیت امروز جنبش دانشجویی به مراتب کمتر است اون سال 78 هست. ممکنه خواسته هاشون بیشتر باشه به لحاظ ذهنی، نظری، سبک زندگیشون با جمهوری اسلامی فاصلش بیشتر باشه، ولی پراتیک سیاسی اونها اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست و اصلا اون جهان و دنیای فکری یک دانشجوی امروز با اون گذشته تفاوت‌های خیلی زیادی پیدا کرده، یعنی خیلی کوچیک‌تر شده. اونها شاید خیلی به دنبال اون تغییرات بزرگ و اینکه خودشون رو وقف اون بکنن به طور نسبی کمتر شده، توجه به مسائل خصوصی بیشتر هست، اگرچه کماکان پیگیری آرمان‌ها، اینکه به خیر عمومی توجه داشته باشن وجود داره، ولی این مسائل نیست. منتها کماکان جنبش دانشجوی خب حضور داره، فشار سیاسی و پلیسی حکومت هم خیلی زیاد هست، هزینه های انتقاد و اعتراض باز نسبت به 10 سال پیش خیلی بیشتر شده. الان به راحتی برای هر اعتراض کوچکی ممکنه به دانشجوی 5 سال 6 سال زندان بدن، احکام حبس 10 سال 15 سال خیلی عادی شده. در دههای 70 و 80 شمسی ایران، حالا غیر از اون دوران سال 60 و انقلاب فرهنگی اینها رو بذاریم کنار، دههای 70 و 80 انقدر فضا سنگین نبود که برای یک اعتراض سیاسی فرد بخواد سالیانی در زندان باشه. بنابراین این تفاوت ها رو باید در نظر گرفت. ولی به هر صورت خود 18 تیر دیگه یک ماجرای تاریخی شده، زخمش زنده است بر پیکره دانشگاه و یک پرونده گشوده است مثل دهها پرونده تاریخی مهم دیگه که زمانی به قوه قضاییه مستقلی شکل بگیره اینها رو دوباره به اصطلاح رسیدگی بکنه. یک دنیا از شما سپاسگزارم و از اینکه این اطلاعات رو به ما دادید و رویداد 20مین سالگرد رویداد هجرتی رو گرامی می‌داریم و به همین مناسبت امروز در برنامه بیشتر از اون صحبت خواهیم کرد. ممنونم از شما آقای علی افشاری. خواهش می‌کنم، منم از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. دکتر فربد مجد، وکیل رسمی و مجرب دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر در مورد قوانین مربوط به طلاق و دعاوی حقوقی با شما گفتگو خواهند داشت. 310-956-4600. گر یک نفس از زندگانی گذرد، مگذار که جز به شادمانی گذرد. کابوس‌هایتان را به ما بسپارید. با جنگجویان ایریش فاینانشال به کابوس بدکریدیت بودنتان پایان دهید. آریان اقبالی، بنیانگذار اولین شرکت تخصصی کریدیت ریپر، تنها نام آشنا و مورد اعتماد در ترمیم، تسهیل و ستل کردن وام‌های دانشجویی با کمترین زمان. فقط با یک تماس با دفاتر ایریش فاینانشال آسودگی خیالتان را تضمین کنید. زندگی رویایی با کریدیت رویایی فقط با کادر مجرب آریان اقبالی. کمپانی ایریش فاینانشال، 1-800 اقبالی، آریان اقبالی، 800
344-2254 1-800 اقبالی. عجب ترافیکیه. حتما تصادف شده. بیا مشاورمون ادامه بدیم. ببدی. به هر که گفت وکیلم وکالتت نسپار. اگر که عاقبت خوش خواهی آخر کار ره بده. رفیق راه تو باید که حرفه‌ای باشد که از تصادف بعد خاطر خوشی ماند. ده بده. دوای درد تصادف وکیل معتبره که با درایت و دانش تو دادگاه ببره. هه بده. یدیدی؟ ها؟ کامران یدیدی. گفتم هه بده. هه همیشه برنده است. همیشه بهترین تیم دکترا و وکلا رو داره. همیشه بالاترین خسارت رو برای موکلاش از بیمه میگیره. همیشه میشه بهش اعتماد کرد. همیشه اسمش توی تصادفات نفر اول بوده. همیشه همه ازش راضی بودن. هر وقت تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی. باز هه بدم یا قانع شدی؟ نه خیر. هه اصل کاری رو جا انداختی. اه دیگه چی؟ 818 همش نو. حالا قانع شدی؟ بله که قانع شدم. 818 همش نو. دکتر هدیه جعفرودی متخصص در کاهش وزن در خصوص بهترین راه‌های کاهش وزن با نتیجه متفاوت تر از هر آنچه دیدید در انسینو، بیولی هیلز، گلندل و اورنج کانتی کمک رسان شماست. 1-844-366-6898. تخصص ما در گروه خدماتی جلیلوند دریافت از کارافتادگی، سوشال سیکیورتی، دیسیبلیتی و SSDI هست. برای اطلاعات بیشتر با من مگی جلیلوند با شماره 310-445-3322 تماس بگیرید. اگر در هر سنی نیاز به کمک دولتی دارید و دارای گرین کارت از هر طریقی هستید، لاتری، فامیلی، رفیوجی، با من مگی جلیلوند تماس بگیرید. 310-445-3322 310-445-3322. اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید. سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم. برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین و یا وبسایت meshkinmedical.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. If you're losing your hair, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website at meshkinmedical.com. قابل توجه رانندگان و مسافرین اوبر و رایت شیر، دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی شرایط و مزایای رایت شیر ممبرشیپ پلاتینم خود را اعلام می‌کند. دریافت مناسب‌ترین درصد حق الوکاله، پرداخت مزایای مالی جهت جبران خسارت از دست دادن کار در زمان پیگیری پرونده، بهره‌گیری از بهترین تیم پزشکی جهت درمان و بازگشت سلامتی در کمترین زمان ممکن، استفاده از رنتال کار رایگان به مدت 30 روز، دریافت یک دستگاه داش کامرا و توینگ رایگان. شرط لازم برای برخورداری از این مزایا عضویت در رایت شیر ممبرشیپ پلاتینم دفاتر دکتر کامران یدیدی است. برای ثبت نام به سایت yadidi.com yadidi.com مراجعه کنید. دریافت بالاترین خسارت در تصادفات رایت شیر و اوبر فقط و فقط در دفاتر دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. دکتر پاتریشیا بهزاد و متخصصین بیماری‌های دهان و دندان در الیت دنتال اند ایمپلانت سنتر در خدمت شما می‌باشند. در این مطب بسیار مدرن واقع در تارزانا، کلیه خدمات دندان پزشکی زیر یک سقف به شما ارائه می‌شود. دکتر پاتریشیا بهزاد، تلفن 818-855-2909 818-855-2909 eliteimplantdentist.com. 670 AM Los Angeles. خب در ادامه برنامه یا ساعت ویژه مربوط به حادثه کوی دانشگاه در سال 1378 یکی دیگر از دانشجویان میپردازیم که در آن زمان عکسش روی جلد مجله اکونومیست چاپ شد. مرد جوانی که پیراهنی خونی رو بالای سر خودش نگه داشته بود و این تصویر به یکی از نمادهای سرکوب دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تبدیل شد. احمد باطبی، مردی که در تصویر دیده می شد، از جمله بازداشتی های اون روزها بود که
ابتدا به اعدام و سپس به 15 سال حبس محکوم شد و پس از پشت سر گذاشتن حدود 9 سال از محکومیتش توانست از ایران خارج شود و همکنون در واشنگتن زندگی میکند. دوران زندان احمد باطبی فوق‌العاده غم‌انگیز بلاهایی که سر او آوردند. خشایار جنیدی خبرنگار بی بی سی با احمد باطبی درباره حوادث اون روزها صحبت کرده که به اتفاق سخنان احمد باطبی رو هم میشنویم. من احمد باطبی هستم، زندانی پیشین سیاسی، فعال سیاسی. شغلم روزنامه نگاری است. شغل دومم هم برنامه نویسی در ایالات متحده زندگی میکنم. در زمان فاجعه کوی دانشگاه من قرار بود که یک فیلم مستند کوتاه در مورد اعتیاد و ناهنجاری اجتماعی بسازم به عنوان پایان نامه و به صورت تصادفی در اون شب قرار بود که دو نفر رو مصاحبه بکنم در منطقه امیرآباد و خیلی اتفاقی تو محل حضور داشتم. بازداشت من در حادثه کوی دانشگاه به دلیل فعالیت‌هایی که تو اون حادثه داشتم بود و تو یکی از این رفت و برگشت‌ها تیراندازی شد سمت سردر دانشگاه و یکی از گلوله‌ها به سردر دانشگاه تهران خورد و کمونه کرد و دقیقاً به کتف یکی از دانشجوهایی که روبروی من بود خورد. من سعی کردم جای زخم رو با پیراهنش بگیرم و اونو به داخل دانشگاه تهران منتقل کردم و سپردم به دانشجویی که کار درمان رو انجام میدادن. همون موقع دیدم که دانشجوهای داخل دانشگاه که تجمع کرده بودن به حال این خونریزی و آشوب رو دیدن خیلی هیجان زده شده و میخواستم بیان بیرون. من این پیراهن رو بالا گرفتم و بهشون گفتم الان اتفاقی که داره بیرون میفته اینه که به سمت مردم تیراندازی شده و بسیج و نیروهای نهادهای امنیتی تخریب اموال عمومی میکنن، بانک ها رو آتش میزنن و همه اینا میفته به گردن جنبش دانشجویی. متوجه شدم که چند نفر از عکاسا دارن عکس میگیرن که مطمئن بودم برخشون مربوط به وزارت اطلاعات بودن، اما یکیشون رو میشناختم، آقای جمشید بایرامی که ایشون از عکاسان خبری مطرح ایران بود و بنابراین واکنش هم نشون ندادم، اجازه دادم عکسش رو بگیره. این عکس رو من دیگه ندیدم تا در بازجویی و در دادگاه. در بازجویی ها به من فشار می آوردن که مقابل دوربین تلویزیون قرار بگیرم و چیزایی که اونا میخوان رو بگم، من جمله این که جنبش دانشجویی رو تخریب بکنم یا یک متنهایی داده بودم بر علیه چهره های سیاسی و همینطور بگم که این عکس عکس واقعی نیست، خون انسان نیست و خون حیوان یا سس گوجه فرنگی چیز شبیه این خودم تهیه کردم و پولی گرفتم از آمریکا و اسرائیل برای که این کار انجام بدم. البته من حسرت یک فریم مسابقه تلویزیونی رو تا آخر زندانم برای دل نهادهای امنیتی گذاشتم، ولی همون موقع من گفتن اگر شما نیایید و تو تلویزیون اینها رو نگید ما به شما حکم اعدام میدیم. من باور نمی کردم که واقعا به من حکم اعدام بدن، ولی حکم اعدام دادن. حکمم به دیوان عالی کشور رفت و تایید شد، منتها به دلیل فشار جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری این حکم با تخفیف مجازات به 15 سال زندان تبدیل شد. من مثل خیلی های دیگه اعتقاد 100% به اصلاحات داشتم و فکر میکردم واقعا راه نجاتی است برای آینده، اما بعد از سالها وقتی دیدم واقعا رئیس جمهور کسی که رئیس قوه مجریه هست یا حتی مجلس که اون زمان تماما دست اصلاح طلب ها بود واقعا در مملکت کاری نیستن و قدرت اصلی و تصمیم گیری دست دولت سایه آیت الله خامنه‌ای و نهادهای امنیتی هست، به این نتیجه رسیدم که اصلاحات کارکرد نداره. من امروز یک برانداز هستم به معنای اینکه معتقدم جمهوری اسلامی از ابتدا تا انتها باید بره و یک نظام اجتماعی سیاسی جدید جایگزین بشه. چنین سیستمی نمیتونه مملکت رو نگه داره و اگر شما بخواید تغییرم در این ایجاد بکنید فقط این دیکتاتوری و فساد از شکلی به شکل دیگه در میاد. باغ در چله نشست، تو به خاک افتادی، کمر عشق
شکست. ما نشستیم و تماشا کردیم. دلم میخواد گریه کنم برای قتل عام گل، برای مرگ راز دیگ. دلم میخواد گریه کنم برای نابودی عشق، واسه زوال عاشقی. بخشی از ترانه رازقی سروده ایرج جنتی عطایی، آهنگساز بامداد و تنظیم رامین زمانی رو شنیدید که به همین مناسبت همان زمان ساخته و خوانده شد. سوختن و خاکستر شدن، من و تو از گل کاغذی باغچه داشتیم توی خواب، با خشتای مقوایی خونه می ساختیم روی آب. وقتی که ما تو جشن شب ستاره بارون می شدیم، وقتی که پشت سنگره سایه ها پنهون می شدیم از نوک باله. خب در اینجا به سراغ همکارمون دکتر ماندانا زندیان میریم و برنامه ویژه که در ارتباط با 18 تیر ساخته بود، در آن گفتگوی با جمشید برزگر هم می شود. با هم گوش کنیم. صبح روز سه‌شنبه 15 تیر سال 1378 خورشیدی، روزنامه سلام به مدیر مسئولی محمد موسوی خوینی ها با تیتر درشت سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است منتشر می شود. جمله‌ای که خیلی زود به تعطیلی روزنامه‌ای به اهمیت و وزن سیاسی سلام می انجامد، چرا که سعید اسلامی یا امامی با سابقه معاونت وزارت اطلاعات متهم اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بود. چهارشنبه 16 تیر مجلس شورای اسلامی طرح محدود کننده مطبوعات را تصویب می‌کند. صبح پنجشنبه 17 تیر سلام با حکم دادستانی توقیف می‌شود. تعدادی از دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران در خیابان کارگر شمالی گرد هم می آیند و خواستار رفع توقیف از سلام و عدم تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس می شوند. اعتراض ها از محوطه کوی دانشگاه به خیابان کشیده می شود. نخستین ساعت بامداد جمعه 18 تیر، نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها وارد محوطه کوی دانشگاه تهران می شوند. شهر تهران روز جمعه با این خبر از خواب برمی خیزد. کوی دانشگاه به هم ریخته و تخریب شده است. امیرآباد شمالی خبرسازترین نقطه ایران می شود. موج تظاهرات و اعتراض ها به خیابان های دیگر هم می رسد. نیروهای سرکوبگر در سراسر شهر حاضرند و روزنامه‌های اصلاح طلب در روز گاه تا 3 نوبت چاپ می‌شوند. مسئولان از محکومیت حوادث رویداده و حمله به خوابگاه دانشجویان سخن می‌گویند، ولی اعتراض‌ها گسترده می‌شود، ابعاد دیگری به خود می‌گیرد و متوجه سران جمهوری اسلامی می‌گردد. صدای شعر امروز این هفته با یاد 18 تیر و جنبش دانشجویی، میزبان شاعر، روزنامه‌نگار و مستندساز آقای جمشید برزگر است.
جمشید برزگر زاده سال 1350 خورشیدی در همدان و دانش آموخته حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه تهران است. آقای برزگر پیشینه همکاری با نشریات گوناگون درون کشور از جمله ایران، انتخاب، همبستگی، تکاپو و کارنامه، سردبیری سامانه رادیو فردا و همکاری با بی بی سی فارسی را در زمینه‌های گوناگون در کارنامه خود دارد. از جمشید برزگر صدها مقاله در تحلیل سیاسی شرایط ایران، 7 فیلم مستند درباره زندگی نویسندگان و شاعران ایرانی و چند مجموعه شعر در دست است. تازه ترین مجموعه شعر آقای برزگر با عنوان روزنامه تعطیل اخیراً توسط انتشارات H&S میدیا در لندن منتشر شده است. جمشید برزگر ساکن انگلستان است. وقت شما بخیر آقای جمشید برزگر عزیز در انگلستان، به برنامه صدای شعر امروز خوش آمدید. سلام بر شما خانم زندیان عزیز و همینطور شنوندگان محترمتون، صبحتون بخیر، امیدوارم که روز خوبی در پیش داشته باشید. سپاسگزارم. آقای برزگر، 18 تیر برای شما و من و نسلی که در سال 78 بخشی از بدنه جنبش دانشجویی بود بسیار بامعناست و همچنین در ارتباط با مجموعه شعر اخیر شما با عنوان روزنامه تعطیل، هم در شکل و ساختار هم در مضمون و مفهوم. لطف میکنید کمی درباره ابتکار درخشان استفاده از بخشای از روزنامه های تعطیل شده در ایران در جای جای این کتابتون برای ما صحبت کنید. بله، خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که در اون سالهایی که این شعرها نوشته شده، من ابتدا توضیح بدم، این شعرها شعرهای سالهای 77 تا 79 هست و چند شعر هم متعلق هست به اوایل سال 80 که من از ایران خارج شده بودم. در اون و اول این کتاب هیچ وقت در ایران اجازه انتشار نگرفت و هرچند من سعی کردم متاسفانه این امکان فراهم نشد. ناگزیر بعد از گذشت این همه سال حالا در لندن منتشر شده. در اون زمان من روزنامه نگار هم بودم. آنچه که در واقع در این شعرها بازتاب پیدا کرده حال و هوای همون روزهاست و آنچه که ما در واقع در روزنامه ها قادر به بیانش نبودیم، یعنی به نوعی شاید واکنش طبیعی من بود در قبال اون سانسور بزرگی که وجود داشت برای ثبت و گزارش رویدادها. وقتی که این شعرها شکل گرفت، به طور ناخودآگاه شاید من به این استنباط فکر داشتم که به هر حال این یک امر مقطعی نیست. ما در تاریخ معاصر ما سرشار و انباشته از این سانسورهاست، سرشار و انباشته از روزنامه هاست. روزنامه در معنای خاصی من اینجا مد نظرم هست، اون وجه اشتراکی که کار روزنامه نگاری در معنای اخصش، یعنی همون کار رسانه‌ای، با کار هنری داره. هر دوی اینها در یک جا به هم میپیوندن و اون ثبت زمانی ما و گزارش اون هست به نسل حاضر و به آیندگان. درسته. خب در طول تاریخ معاصر ما، یعنی از همون بعد ورود روزنامه به ایران، ما مسئله توقیف رو هم داشتیم. به همین خاطر من کلاژ هایی درست کردم با لوگوها و تیترهای بخش از روزنامه هایی که از دوران در واقع قاجار از کاغذ اخبار وقایع اتفاقیه و سور استافیل بگیرید بیاد تا همون سال 79، روزنامه‌هایی که توقیف شده بودن فارغ از گرایش‌های سیاسیشون، اینها رو من در واقع کلاژ‌های باشون درست کردم و خیلی هم اتفاقی من اینها رو کنار هم قرار دادم، چون مطمئن بودم نتیجه همان خواهد بود که کسی اگر بخواد بشینه و تعمدن تیترها و تصاویر رو انتخاب بکنه. این در واقع روزنامه‌ها به نوعی آینه تمام نمای این تاریخ ما هستن. این به نوعی برای بازسازی یا در واقع ایجاد یک فضایی بود که یک زمینه و بستری بود که شعرها رو در درون خودش جا بده و در واقع ابعاد دیگری رو که در سطور ناگفتی شعرها هست به این شکل با یه حالا کار گرافیکی در واقع من اینها رو در هم بیان میزم. خیلی هم موفق بودید همونطور که گفتید در نشان دادن جایی که هنر و روزنامه نگاری به اون معنای خاص خودش
به هم میرسن یا حتی گاهی بر هم منطبق میشن. جمشید برزگر نوشته: حالا میتوانی از تمام حروف الفبا استفاده کنی جز 32 حرف بیهوده، 32 حرف بیریشه. پس قرار ما فردا سر تمام چهار راه ها. آقای برزگر، شاید بشه بپذیریم که روزنامه نگاری بیشتر با رویدادها مرتبطه، شعر شاید کمی درونی تر با احساسات، به بیان دیگه روزنامه نگاری با صورت جهان مرتبطه، شعر بیشتر با حس جهان. شما همین ارتباطی رو که در پاسخ اولتون توضیح دادید، این در جایگاه یک روزنامه نگار و شاعر، این دو فضا رو چطور به تعادل میرسونید در شعرتون؟ به حرفتون درست هست، یعنی اگر بخوایم اون ارتباط در واقع سوری و ظاهری رو در نظر بگیریم، شاید رمان بسیار نزدیکتر باشه به روزنامه، یا برعکس روزنامه نزدیکتر باشه به رمان. ولی خب ما در شعر با سیرت بیشتر سر و کار داریم، به بیان غیر مستقیم تریست، بیان احساسی تریست، یا به هر حال درامیختگی خیال و در واقع اندیشه به شکلی است که در این حال معطوف به زبان هم هست. اینها دغدغه هایی است که شما در کار روزنامه نگاری یا حتی در رمان نویسی به اون معنا ندارید. اما اینکه چطور در واقع این اتفاق افتاده، من شاید خیلی اون زمان دست کم آگاه نبودم، یعنی واکنش غیر ارادی من بود. فقط در واقع بعد از نوشتن چند شعر بود که من احساس کردم که به نوعی در واقع با هم استفاده از همون زبان روزنامه نگارانه من دارم به چیزهایی رو میگم که در جای خودش قادر به گفتنش نیستم. این یک وجه ماجرا بود، مثل همون قطعه‌ای که شما از شعر شرایط خوندید، یعنی در واقع یا در شعر دیگری هست که اونجا میگم راه در واقع هر راه ارتباط مسدود است در شعر پیشبینی وضع هوا. ما به شرایطی رسیدیم در واقع که این کلمات یا روزنامه ها شیء شده بودن، مسخ شدن به دلیل سیطره سانسور، و اینها قادر به ادای وظیفه خودشون نبودن، کلمات از معانی خودشون تویی شده بودن. اینجاست که شعر میتونه وارد بشه و در واقع این مسخ شدگی و این شیوارگی رو کنار بگذنه، بار دیگه معنای از دست رفته کلمات رو به اونها برگردونه و کمک بکنه به ما که در واقع از ظاهر رویدادها به عمق اونها بتونیم سفر بکنیم، نگاه ما به لایه‌های زیرین حوادث در واقع خیره بشه. درسته. و چقدر خوب. آقای برزگر، میتونم از شما خواهش کنم یکی از اشعار خودتون رو به انتخاب خودتون برای شنوندگان ما لطف کنید بخونید؟ حتما. اگر اجازه بدید، با توجه به مقدمه‌ای که خوندید و امروز که به هر حال 18 تیر هست، من شعری رو که برگرفته از همون رویداد هست براتون میخونم. مقدمه هم بگم که من در واقع دانشجوی دانشگاه تهران بودم و 6-7 سال از زندگیم رو در خوابگاه امیرآباد گذروندم. در واقع اونجا خونه من بود و خونه همه ماها، همه کسانی که در اون سالها دانشجو بودم. و خب اون حوادث، من از روز اول مستقیم درش حضور داشتم تا بعد از 23 تیر، و من بعد از 23 تیر ما وقتی رفتم و اون فضا رو در واقع دیدم، فضایی که در واقع خاکستر مرگ در اون پاشیده شده بود، و بعد هم اتفاقات دیگری که افتاد و دانشجویان در جایگاه متهم نشستن، این یک برگه بازجویی از یک دانشجو، اسمش هست یک برگه لو رفته، که دیالوگی است بین بازجو و دانشجو. بفرمایید، خواهش میکنم. مشخصات خودت را صریح و ساده بگو. من ساکن خوابگاه سالها پیش انتخاب شدم برای جواب شما. در اتاقهای کوچک تمام مدت در انتظار بودم و نمیدانستم برای ورود باید از در شکسته گذشت. پرت و پلا نگو که بگویند اینها نتیجه سقوط شبان است. پرتاب دانشجو یک اتفاق خوشمزه است، خوشطعم‌تر از غذای سلف سرویس یا شوخی سر کلاس و حتی تعطیلی میان دو ترم.
من اما من قبل از حضور شما یادم هست بودم با جزوه ها دو سه بشقاب و سفره کوچک، شاید کمی خیال و آرزو هم بود، اما حافظه هم با سنگ میپرد مثل یک گنجش. آن شب چه اتفاق افتاد؟ گرچه برای ما مثل روز روشن است، هم دستتان که بود؟ چه کس خط میداد؟ آن شب تنها بیخواب شده بودیم و در پی رؤیا به جستجو گام میزدیم و یک نفر از درون به ما خط میداد، مشقهای قدیم را خط میزد، درس جدید. کافیست پس درون تو پنهان است آن مزدور، جرمت دلیل نمیخواهد و حکمت صادر شده محکوم. سپاسگزارم آقای جمشید برزگر در لندن. وقت رفتنت باشد، مرد هم گریه می کند وقتی سر من روی دامنت باشد، بکشی دست روی تنهاییش، بکشد دست از تو دنیا تو واقعا عاشق خودش باشی، واقعا عاشق تنت باشم، روبرویت گلوله و باتون، پشت سر خنجر رفیقانت، توی دنیای دوستانشتنیم بهترین دوست دشمنت باشد، بهترین دوست دشمنت باشد. دل به آینه آسمان بدهی، به همه عشق نشان بدهی، بعد در راه دوست جان بدهی، دوست عاشق زنت باش. دل به آینه آسمان بدهی، به همه عشق نشان بدهی، بعد ترانه از شاهین نجفی درباره 18 تیر. چمدانی نشسته بر دوشت، زخم‌های به قلب مغلوبت، پرتگاهی آزادی، مقصد راه آهنت باشد، عشق مکسیست قبل بیداری، انتخابی میان جبر و جبر، جام سم توی دست لرزانت، تیغ هم روی گردنت باشد، خسته از انقلاب و آزادی، فندکی در میآوری شاید، 18 تیر بی سرانجامی توی سیگار بهمنت باشد. دل به آبی آسمان بدهی، به همه عشق نشان بدهی، بعد در راه دوست جان بدهی، دوست عاشق زنت باش، دل به آبی آسمان بدهی، به همه عشق
970 AM لس آنجلس. اگر به دنبال وام برای خرید ملک و یا تغییر وام فعلی خود هستید، MGM Lenders را به خاطر بسپارید. کادر متخصص و حرفه‌ای MGM Lenders می توانند با آخرین تکنولوژی روز پایین‌ترین بهره‌های بانکی را به صورت عمده فروشی، wholesale rates، جهت املاک مسکونی و تجاری به ویژه در کالیفرنیا در اختیار شما قرار دهند. 844-646-5363 844-MGM Land. من شان صادقی، مدیر عامل شرکت MGM Lenders، با بیش از 20 سال تجربه در امر وام مسکن و مستغلات تجاری در اختیار جامعه ایرانی هستم و از اینکه در بزرگترین سرمایه گذاری خود به من اطمینان میکنین صمیمانه سپاسگزارم. با ذکر نام رادیو ایران، هزینه اپریزال بعد از انجام وام بانکی به شما برگردانده میشود. 844-646-5363 844 MGM Land. MLS number 2780043185. به به، چه عجب که به ما زنگ زدی. هیچی نگو که حالا احوال ندارم. چرا؟ مگه چی شده؟ با یه کامیون تصادف کردم، ماشینم هم داغون شده. گفتم از تو بپرسم چی کار کنم، چرا که چند وقت پیش ستلمنت خیلی خوبی داشتی. سوال نداره، معلومه دیگه. زنگ بزن به وکیل خودم، چرا که اگه اونو انتخاب کنی جکپات کردی. جدی میگی؟ چطوری؟ من که تصادفم به شدت و جدیت مال تو نبود، طرفم هم بیمه تجاری نداشت، پیام شایانی برام کلی پول گرفت. چه برسه به کیس تو؟ اگه لاکی 7 رو بگیری چند برابر بقیه وکلا برات خسارت میگیرن. زنگ بزن به لاکی 7، چرا که در انتخاب وکیل جکپات کردی. 818 777 7777 لاکی 7. من دکتر شیرین نوروی، روانشناس بالینی، هر دوشنبه 9 شب در رابطه با موضوع زوج درمانی با شما صحبت خواهم کرد. هر دوشنبه 9 شب با من باشید. چرا باید شبانه روز از اشکالات پا مثل سوزش، خواب رفتگی، سنگینی و بیقراری در عذاب باشید؟ دکتر سام ابراهیمی پیشنهاد میکند علائم درد پای خود را جدی بگیرید. هرچی درمان اشکالای عروقی رو عقب بندازین، صدمات پا رفته رفته به دردای مزمنی تبدیل میشه و این دردا میتونه در پای شخص به صورت دائمی باقی بمونه. حتی اگر با درد هم کنار بیایید، ریسک‌های دیگر پدیدار میشوند. با معالجه به موقع مشکلات عروقی پا میشه از عواقب خطرناک اون در آینده، مثل خونلخته، آمبولی های قلبی و ریوی که با سلامتی شما ارتباط مستقیم داره، جلوگیری کرد. معالجات در چند جلسه کوتاه مدت بدون جراحی خیلی راحت به صورت سرپایی انجام می شود و می توانید زیبایی را هم به پاهای خود برگردانید و اجازه دهید بیمه هزینه آن را پرداخت کند. بله، 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داده یا از بین ببرد. مطب ها در انسینو و گلندل. 818-900-2700 900-2700. Emperor Entertainment proudly presents شادترین شب سال، ساسی، Saturday, July 20th at the Dolby Theater, Los Angeles. تلفن اطلاعات 818-699-9000. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی، Ticketmaster.com و EmperorEnt.com. ایندیا گیت، برنج منتخب بهترین آشپزهای دنیا. ایندیا گیت تکو بی همتاست، شاه برنج خوب دنیاست. ایندیا گیت تکو بی همتاست، شاه برنج خوب دنیاست. ایندیا 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 گیت. برنج ایندیا گیت از همکنون در فروشگاه های کالیفرنیا. Distributed by Smart Foods. کردیت بد زیستن در تاریکی است. آرین اقبالی چراغ راه تاریکی است. رهایی از کابوس کردیت بد رویایی است. آرین اقبالی نام مورد اعتماد جامعه ایرانی در رفع مشکلات کردیتی و ستل کردن وام های دانشجویی. دانش و تخصص همراه با آگاهی از قانون، سه شاخصه اعتماد به دفاتر آرین اقبالی و کادر مجرب کردیت ریپر اسپشیالیست است. افزایش کردیت اسکور و حل مشکلات کردیت و ستل کردن وام های دانشجویی در کوتاه‌ترین زمان. اولین متخصص و بنیانگذار ترمیم و تصحیح کردیت و ستل کردن وام های دانشجویی در جامعه ایرانی. دفاتر لس آنجلس، تارزانا، سان خوزه، گلندل و ایروان. 800-344-2254 344-2254 1-800 اقبالی. آرین اقبالی.
KIRN, Simi Valley, Los Angeles, 95.5 FM, HD3. صبحانه با هما سرشار. خب یاران، به ساعت دوم برنامه امروز شنبه 13 ماه جولای سال 2019 میلادی برابر با 22 تیر ماه 1398 خورشیدی خوش آمدید. قبل از اینکه به ادامه برنامه در این ساعت بپردازیم، یه توضیح کوتاه بدم که شعر ترانه 18 تیر شاهین نجفی که در ساعت اول، در پایان ساعت اول شنیدید، از سید مهدی موسوی است. با سپاس از ماندان زندیان عزیز که یادآوری کردین اسمو، و من سپاسگزار او هستم برای اینکه ما بعد همه کارمون مرتب و دقیق باشه. خب بریم به سراغ دو نام بسیار آشنا در زمینه هنر. یک نگاه، یک اندیشه. تو فرشته دوست داشتنی، نمیتونی بد بشی، توی که ماه منی، تو فقط حق منی، توی که شیشه عمر منی، نمیتونی بشکنی، تو خودت جون منی. چقدر عاشقتم تموم دنیامی، تو همون ستاره شرقی شمامی، چقدر عاشق اون رنگ چشماتم، با هم حرف بزن من عاشق حرفاتم. چقدر عاشقتم تموم دنیامی، تو همون ستاره شرقی شمامی، چقدر عاشق اون رنگ چشماتم، با هم حرف بزن من عاشق حرفاتم. وجودت گرمه مثل آتیشه، دلت جنس شیشه، دیگه بی تو نمیشه، حالا دیگه وقتش دل من و تو ما بشه، پیشم باشی همیشه. خب آهنگی رو که شنیدید یکی از کارهای جدید گروه بلک کت هست و مهمان عزیز این ساعت ما معلوم شد که آقای شهبال شپر، پایه‌گذار گروه بلک کت و اولین گروه موسیقی پاپ ایرانی در ایران و بعد در خارج از ایران. همراه شهبال شپر ما رعنا منصور هم رو خط دیگری داریم که علتش رو بعداً در صحبت‌هایی که می‌کنیم شما خواهید شنید. رعنا منصور خواننده جوانی که این روزها بسیار بسیار شهرت فراوانی پیدا کرده، شهرت خوب از نظر اینکه در جشنواره‌های مختلف دنیا شرکت میکنه، در همین دیشب از یک سفر طولانی برگشته و در کنار آقای شهبال شپره و گروه بلک کتس شکفته شده و علت حضور این دو نازنین برنامه و پروژه است که آقای شهبال شپره، این هنرمند خستگی ناپذیر، آغاز کردن و در این زمینه ازشون پرسش میکنیم و اطلاعاتشو به شما دوستان خواهیم داد. آقای شهبال شپره، روزتون بخیر، خوش آمدید به برنامه صبحانه با هما سرشار. سلام عرض میکنم خانم سرشار، این یه افتخار برای من که در خدمت شما باشم. خیلی سپاسگزارم رنا جان، به شما هم سلام میکنم، صبح شما بخیر. صبح بخیر خانم سرشار، مرسی از وقتتون. ممنونم از حضورتون در این برنامه هر دو. خب با شهبال شروع کنیم، یه مقداری در مورد بلک کت صحبت بکنیم، بعد میریم سراغ رنای نازنین. آقای شپره، این گروه بلک کت که از ایران شروع شد، چگونه و چرا شما به فکرتون رسید که باید یه کار تازه و نکرده رو انجام بدید و همچنان هم با پشتکار و فعالیت تحسین برانگیزتون این رو تا امروز ادامه دادید؟ از کنم خدمتون، من صداتون یه ذره پیچیده است، اگه که رو بلنگو اگه ممکنه برشته این از بلنگو. رو بلنگو. آها بله، الان درست شد. مرسی. از کنم خدمتون، پدرم منو فرستاد به انگلستان در سن تقریبا 17-18 سالگی، بعد از تمام کردن تحصیلم در
هنرستان عالی موسیقی، جایی که تمام معلماش خارجی بودن، ما اصلا موسیقی کلاسیک اونجا درس میدادند. ما من از انگلستان که برگشتم درست همزمان شد با پیدایش گروه بیتلز، رولینگ استون و اصولا موسیقی آرنبی ریدم اند بلوز. وقتی به ایران برگشتم درست زمانی بود که آقای ویلیان، آقای عارف اینا شروع کرده بودن، ولی فرم موزیکی که بیتلا داشتن و جنجال دنیایی بودش، من پلو خودم فکر کردم که جای یه همچین موزیکی در ایران خالیه. و همین دلیل تصمیم گرفتم که علاوه بر موسیقی کلاسیک که داشتم کار میکردم، این هم یه گروهی درست بکنم و این گروه بلک کت رو درست کردم برای اینکه بتونیم اون موسیقی رو بیاریم در ایران، که اولین گروه بلک کت و طوفان که قبل از بلک کت بود من درست کردم که آقای جمشید علی مراد هم خواننده‌اش بود، که بعدن آقای جمشید علی مراد با فریدون ریاحی رفتن گروه عجوبه رو درست کردن. ولی اولین گروه پاپ و راک ایران گروه استورمز بود که من تشکیل دادم و اوپنینگ یک موتلی بین موتل متقو و نوشتباز شد به نام، تا اونجایی که یادم میاد الانه یادم رفت ازم اسمش، در اصلاحات اونجا باز شد و اونجا شروع کردیم. و این جای خالی موسیقی بین المللی که انقدر عنوان شده بود در جهان خالی بود، من با چند تا دوستان شروع کردیم و این پایه این موسیقی رو در ایران گذاشتیم. خب بی خودم نیست که به شما پدر پاپ امروز ایران نام و لقب میدن آقای شهبال، خسته نباشید. در طول حالا میشه گفت حدودا مثلا 50 ساله، درسته؟ نیم قرن بیشتره. 1961 ولی میشه 40 سال اون ور و 60 سال تقریبا، یه چیزی کمتر از 60 سال. دمتون گرم قربون قدرم این کار. چند تا خواننده درجه یک شما که هر که اومده با شما کار کرده درجه یک شده، چند تا تحویل دادید به جامعه هنری ایران؟ خانم سرشار، من به عنوان یکی که در کار هنری بودم، نمیخوام بگم هنرمند هستم، ولی در کار هنری بودم این 63 سال، من باید بگم که اصلا من هیچ وقت دوست نداشتم که فقط راجع به خواننده صحبت بکنم، به دلیل اینکه خواننده اگر آهنگی درست نباشه، شعری درست نباشه، تنظیمی درست نباشه، فکر نمی کنم اینقدر عنوان می شد در موسیقی به خصوص ایرانی. به همین دلیل تعداد خواننده الان فقط میخوام بگم که 178 نفر از هنرمندان بزرگ و تاریخ ساز موسیقی ایران یا از این گروه پا گرفتن یا با این گروه همکاری کردن زیر اسم گروه پلاکت. اگر این کسا رو من بخوام الان اسم ببرم، وقت برنامه متاسفانه اجازه این کار نمیده، ولی فقط چند تاشو بگم. بفهمید خواننده هاشو اگر دوست دارید اول بگم میگم. ولی آقای عرض کنم فرهاد خواننده بزرگ، من همیشه گفتم فرهاد خواننده خواننده هاست، مثل وزیرالوزرا حکیم بله. این خواننده خواننده ها بود، یعنی خواننده ها می رفتن گوش می کردنش، نه فقط مردم. فرهاد مهراب و عرض کنم خدمتون شهرام شبپره، آقای ابی که اتفاقا دیشب با هم دیگه یه جا بودیم که هی میگفت چرا اون بالا نمیگیم من خواننده بلکت بودم، گفتم که تو احتیاجی نداریم. و در از صورت با خیلی کسا، با آقای مارتیک کار کردیم، با دیگه بعدش خیلی خواننده های دیگه بودم که اصلا الان کسی نمیشناستشون، مثل هادویگر، عرض کنم مثل آقای خاشه که الان خواننده اپرا در ایتالیا هستش، مثل آلفردو که الان خواننده اپرا در ایتالیا هست. و بزرگان موسیقی ایران الان اگه بگم شاید شما هم تعجب بکنید، آندرانیک بزرگ، کسی که اینجا به جرأت میگم اگر خانم گوگوش اینقدر عنوان شده، البته خودشون استعداداتشون و کارشون به کنار، ولی آندرانیک تأثیر بسیار زیادی در معروفیت خانم گوگوش داشت. این یکی از کسایی بود که مدتی در گروه بلک کت با من همکاری کردیم با هم دیگه. آقای شهداد روحانی
در این گروه با عنوان کیبوردیست مدتی همکاری کردن زیر اسم گروه بلک کپس. آقای ناصر چشم‌آذر، این موزیسین بزرگ ایرانی، عرض کنم خدمتتون، خب اینجا هم که اومدیم زیاد آقای شوبرت، آقای کیان، آقای رامین زمانی، عرض کنم خدمتتون آقای پرویز بزمی‌پور، اینا همه تحصیل کرده و معروفای موسیقی هستن و در خواننده هاش هم که اینجا اومدیم دوره بعدی جوانان مثل پیروز، کامران اومن، سمی بیگی، کامیار، ادی عطار، ادوین، ادوین همینی بود که الان این آهنگشو پخش کردیم. بله. مال گروه سه سال پیش ما بودن و الان خوشحالم بگم با دوتا خواننده بسیار جوان، یکی از کردستان و یکی هم از تورنتو شروع به کار کرده. خب خسته نباشین. در ما امروز برنامه‌مون رو اختصاص داده بودیم در بخش اول رو به سالگرد 18 تیر که 20 سالش بوده و میدونم پس از این اتفاق، پس از این فاجعه، بسیاری از جوانان هنرمند کوچ کردن به خارج از کشور و یک رویدادی که اینجا اتفاق افتاده اینه که آقای شهبال شب‌پره در تمام این سالها این هنرمندان جوانی که از اقصی نقاط جهان اومدن یا از ایران اومدن پناهنده شدن اینجا، ایشون زیر پروبال خودشون گرفتن در گروه بلک کتس و این باید در یک جایی ثبت بشه که چقدر شما جوانها رو حمایت کردید، زیر پروبال خودتون گرفتین و اونها رو به جهان هنر عرضه کردید و کمکشون کردید که در کارشون پیشرفت بکنن. یک اتفاقی برای ایران افتاد ولی برای گروه ایرانیان خارج از کشور تعدادی زیادی هنرمند قابل توجه و جوان اضافه شدن به جامعه هنری خارج از کشور و این واقعا شما در این زمینه نقش زیادی داشتید برای که اینها رو وارد عرصه هنری در خارج از کشور بکنید. یکی از کسانی که در خارج از کشور شما بهش کمک کردید و یاری رسوند و کارش رو با شما آغاز کرده گمان میکنم همین رعنا خانم نازنین ماست که میخوایم بریم سراغش و از رعنا در مورد شهبال شب‌پره و کار خودش بپرسیم. با اجازتون. خواهش میکنم. رنا جون با شما هستیم، اگر که ممکنه محبت کنید به ما بگید که شما کی به این گروه بلک کتس پیوستین و کارتون رو چه جوری شروع کردید؟ اول با اینا شروع کردید یا اول خودتون شروع کردید؟ سلام خانم شهرس. سلام عزیزم. من ببخشید وقتی که شما داشتین این سوال از من میپرسیدین یه چیزی اتفاق افتاد و قطع شد، من درست متوجه نشدم. من گفتم که بگید از تاریخچه فعالیت هنریتون بگید، چگونه آغاز کردید؟ با بلک کتس آغاز کردین یا خودتون مستقل بودید بعد به گروه بلک کتس پیوستید؟ راستش از بچگی همیشه علاقه من بودم به موسیقی ایرانی و از خیلی سن جوان یکی از آهنگای اول که یاد گرفتم همین آهنگ نرگس شیراز خانم هایده. روحشون شاد. و من بیشترش توی مارکت خارجی بودم، هیچ وقت ایران نبودم. اینم به شنونده های نازنین برنامه شما اصلا متولد خارج هستی؟ درسته هیچ وقت ایران نبودم، ولی همیشه که گفتم همیشه علاقه من بودم به موسیقی ایرانی، همه سبک‌های موسیقی ایرانی، و همیشه بیشتر تو کارهای خارجی بودم، آهنگای انگلیسی، ایتالیایی، اسپانیش، ولی همیشه اون پشت صحنه آهنگای ایرانی هم میخوندم. بعد از چندین سال فکر میکنم نمیدونم یه تقریبا یه 10-15 سال پیش، و پدرم خودش هم تو کار هنری هست، فیلم برداری و عکاسی، و یه ویدیو از من ضبط کرد و بدون اینکه به من بگه فرستاد برای شهبال جون، برای آندرانی که عزیز که شهبال جون من داشت در موردش صحبت میکرد. این یه دیویدی، یه ویدیو برای همه این خواننده های بزرگ و تنظیم کننده بزرگ تو مارکت ما فرستاد و شهبال جون عزیز به من زنگ زدن و این افتخار رو به من دادن. این شانس خیلی بزرگی بود برام، افتخار خیلی بزرگی بود برام که بهم زنگ زد و گفتش که من فکر میکنم که شما باید بیشتر تمرکزتون رو بذارین تو موسیقی ایرانی، موسیقی پاپ فارسی، و آقای شهبال این افتخار رو به من دادن که یه جورایی مثل معلم شدن برای من و یه منتور
و he really guided me. منو معرفی کرد به خیلی از تنظیم کننده های بزرگمون، خواننده های بزرگمون، و بهم یاد داد، کمکم کرد. من اولاش خیلی لهجم بیشتر بود، فارسی من الان بهتر شده فکر میکنم، به نظرم لهجم کمتر شده. و ساعتها نشست با من و تمرین کرد، من پیشنهاد داد که کدوم آهنگا رو یاد بگیرم، کدوم آهنگا رو تو برنامه ها بخونم، قبل از اینکه آهنگای خودم رو داشته باشم، یعنی آهنگای ایرانی خودم رو داشته باشم. بیشتر آهنگای کاور میخوندم تو برنامه های خصوصی، و منو آوردن تو گروه بلک هات به عنوان یه خواننده اصلی، نه چون بیشترشون مرد هستن، ولی خواننده بکاپ یا اکسترا که تجربه داشته باشم. و این تقریبا 15 سال پیش بود. تو و تو این 15 سال شهباز جون همیشه مثل یه like a shadow، مثل یه سایه همیشه پشت سر من بوده و هست، و همیشه به من ادوایس میده، به من پیشنهاد میده، و خیلی ما خیلی دوستش داریم. مثل همه دیگران که هم دوستش دارن شهبالو و هم بهش احترام میذارن برای همین کاری که میکنه. یه سوال خصوصی کوچولو بکنم ازتون، شما نوه حسن علی منصور نخست وزیر دوران پهلوی هستین رانا جون؟ نه نیستم، ولی نمیدونم، منم هی این سوال از پدرم پرسیدم و هیچ وقت یه جواب دایرکت هیچ وقت ندادن بهم. I don't know. ولی من فکر نمی‌کنم، من هیچ وقت تا حالا تو ایران نبودم و I'm not really sure. ولی شنیدم که ما یه ریلیشنی داریم، یه رابطه فامیلی دارید باهاشون. باشون، ولی I don't know دقیقاً. Yeah. خیلی خب، پس باید این ویکی‌پدیا رو یه ذره تصحیحش بکنیم. میپرسم ولی نمیدونم چرا جواب درست نمیگه. درسته نمیدونم. در حال شما خودتون به خودتون مستقل یک چهره شناخته شده و قابل احترام و هنرمند هستین. حالا اون سوال فقط از نظر کنجکاوی روزنامه نگاری بود. بریم دو مرتبه سراغ شهبال ببینیم که با شما داره چه پروژه‌ای رو آغاز میکنه. یه پروژه‌ای که خیلی قابل توجه از نظر من، و شما مثل اینکه نخستین کسی هستید که همراهی میکنی شهبال در این پروژه. خب شهبال جان شما بفرمایید. خیلی ممنون خانم سرشاه. ولی بذارید من خدمت این شنونده های خوب شما بگم که من همیشه خدمت شما عرض کردم، هر وقت دیدمتون بهتون گفتم من فن شما هستم. از روز اولی شما همیشه لطف دارید. نه به خدا راست دارم میگم، به دلیل اینکه همیشه برنامه ها، سابجکت ها و ایده هایی رو که شما دارید و راجبش یا اقدام اجتماعی میکنید یا صحبت میکنید، واقعا در سطحی هست که ما کمتر میشنویم، و خیلی خوشحالم، باعث افتخار منه که یه همچین کسی مثل شما در اجتماع ایرانیان هست و به عنوان یک ایرانی فعالیت اینترنشنال دارید. ممنونم از شما به عنوان یه فرد ایرانی. آقای شهبال دارم میرم زیر میز دیگه بس. نه من ممنون میدونم، لطف میکنید. و راجع به رعنای عزیز بله بگم. و پروژت ببینید خانم سرشار، ما هنرمند تحصیل کرده در موسیقی پاپ خیلی کم داریم، متاسفم که اینو میگم. و من به تنهایی همیشه قبول کردم که اگر هنرمندی رو من باید عرضه کنم، اولین کاری که باید بکنم باید ببینم پتانسیل یادگیری و سواد موسیقیش چقدره. آیا این اصلا میتونه به جایی برسه؟ نه از کجا شروع کنه، به کجا میتونه برسه؟ اگر این پتانسیل تو اینا نمیدیدم، هرگز یه همچین کاری رو نمیکردم. و خوشحالم که خیلی کم اشتباه کردم. اگر اشتباهی در این کار کردم، در حد اونایی که درست بوده خیلی کم بوده.
و خوشحالم الان بگم تمام جوانهایی که اومدن در گروه بلکت و از گروه بلکت پرواز کردن تمامشون امروز روز مطرح‌های گروه پاپ و موسیقی ایران هستن. این افتخارش مال من نیست، این افتخارش مال تمام این دوستان عزیز که تونستن الان خودشونو برسونن به سکوی اولیه موسیقی پاپ ایران، که الان شما خودتون حتما میبینید اگر لاس وگاس برنامه ای هست، اگر جایی هست، از هر 10 تا 5 تا 6 نفرشون از کسایی هستن که از این گروه برخواستن. خانم رعنا منصور، من باید بگم یه افتخاریه برای من، اینو من ببینید تعارف نمی کنم، یه افتخاریه چون میتونم بگم من با کسی در روزگاری که اصلا فارسی نمیخوند آشنا شدم و امروز روز در جاهای بزرگ، همین الانه که شما فرمودید دیشب از سفر برگشته، از سفری برگشته که تقریبا هیچ کدوم از هنرمندان چه جوان چه قدیمی این شانس رو پیدا نکردن. ایشونو از طرف ارکستر سمفونیک آلمان که یکی از معروفترینه 2 هفته پیش دعوتش کردن که بره در اونجا و ویدیویی اونجا تهیه کنه با ارکستر سمفونیک آلمان. اینو آقای خانم رعنا نرفت پیشنهاد بده که منو امتحان کنیم ببرید، نه، اونها گشتن پیدا کردن کی این پتانسیال داره که این کار انجام بده. حالا خود شما میتونید بعدن از رعنا جون سوال کنید که چه اتفاقی افتاد، ولی من باید بگم اولین برنامه‌ای که من درست کردم با رعنا، اولا بگم رعنا پدرش اجازه نمیداد که رعنا بیاد در لس آنجلس و تنها زندگی بکنه. من یه شرطی گذاشتم با پدر حمید عزیزم که خیلی هم دوستش دارم چون مرد بسیار بااستعداد خوب و موفقیه، بهش گفتم خیال راحت باشه من رعنا رو عین دخترم میارم اول خونه خودم تو لس آنجلس، باید اینجا مهمون ما باشه. خوشحالم که مدتی با دخترم ملودی مثل خواهر با هم زندگی کردن و یواش یواش به محیط لس آنجلس آشنا شد و خوشحالم بگم که تنهایی رو پای خودش رفت و تمام این شهرتش رو خودش به تنهایی به دست آورد. ما فقط یک برنامه در گروه بلکت با هم دیگه داشتیم با آقای بابک امینی هنرمند بزرگ کشورمون که همه میشناسن و کامیار خواننده عالی، 3 نفری در کنار هم دیگه با هم دیگه یک شب رفتیم و یک جا با هم دیگه برنامه داشتیم، برنامه خیلی موفقی. و از اونجا من از رعنا خواستم که رعنا جون تو باید به حرفه خودت مدل خودت ادامه بدی و خوشحالم که امروز رعنا جون در سطح بین‌المللی قرار داره. خب آقای شهبال خان گل، ما 3 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، به پروژه‌تون هنوز نرسیدیم. پروژه‌ای که دارید آغاز میکنید و نخستینش با رعنا منصوره رو برای ما توضیح بدین. این فقط نخستینش با رعنا منصوره است، ما خیال داریم این برنامه رو تقریبا هر هفته یا هر ماه اجرا کنیم. خب ولی نخستینش با رعنا است دیگه. بله، آغازش با ایشونه. بله، اصلا برنامه پایه اصلیش رعنا است. برنامه ایست به نام شوتان اینترنشنال که از 18 جولای پنجشنبه دیگه در هاوس آف لژند کاباره تهران که تمام لژندهای ایران تو اونجا خوندن این برنامه اجرا میشه. من باید بگم این برنامه رو تا حالا در این 63 سالی که من تو موسیقی ایران بودم هیچ وقت ندیدم نشنیدم نه جای انجام شده. به همین دلیل دوست دارم تمام ایرانی ها اگر برای یک بارم شده این برنامه رو 18 جولای مس نکنند و خانم رعنا هنرمند اصلی این برنامه است. اصلا شو به نام شوتام اینترنشنال وید رعنا منصور هست. روز 18 پنجشنبه 18 جولای. بله، البته یه چیزی خانم زفر اینجا بگم که مهمان های برنامه کسایی هستن که من باید بگم همونی که من اول عرض کردم خدمتتون پتانسیالی دارن که به زودی در سطح بین الملل معرفی خواهند شد توسط رعنای عزیز. انشالله که همه موفق باشن. شما مثل همیشه پر انرژی و فعال پشت سر این بچه های جوان باشین و کمکشون بکنید. برنامه فوق العاده پروژه جالبیه و باید
به گوش بدیم و حواسمون باشه که ببینیم بعدی ها کیا هستن که شما میارید. ولی بذارید که با رنا در مورد اون شبی صحبت کوتاهی هم بکنیم. رنا جون در اون شب ببخشید من قطع کنم، ولی ما چشممون به دره که شما حتما از اون در تشریف بیارید. در خدمتون خواهم بود با کمال افتخار. با کمال افتخار. رنا جون میخواستم از شما خواهش کنم که ما بگید که میخوایم با یه ترانه از شما تموم کنیم، ولی قبل از اون دلم میخواد بگید که اون شب چه میکنید؟ تنها هستید با گروه بلک کتس ساب با آقای شهبال یا برنامه های دیگه هم هست در این پروژه جدیدی که آقای شهبال شروع کردن؟ برنامه های دیگه هم هست، خواننده های دیگه هم هست، گست آرتیست داریم، یعنی هنرمند های مهمان مهمان های دیگه هم هستن که شاید خواننده باشن، شاید نوازنده باشن. این یه سورپرایزیه که میخوام برای گروه بلک کتس نیستش خانم سرشار، گروه بلک کتس اونجا نیست، اونجا رعنا شهبال و مهمون های مهمانان ویژه. بله خیلی خب، برای این پروژه جدیدتون آرزوی موفقیت میکنم. همینطور رنای عزیز ممنونم از هر دوی شما. جونم رنای شما خواهش میکنم، من تشکر میکنم، مرسی که این برنامه رو دارین حمایت میکنین تو برنامه خودتون و خوشحال میشیم که شما ببینیم. با کمال افتخار ممنونم از این که میدونم دیشب رسیده رنا و الان جتلک هم داره حسابی، ولی محبت کرد در برنامه شرکت کرد. از شما آقای شهبال شفر سپاسگزارم برای تمام فعالیت این شش دههی که داشتین و همچنان برنامه های تازه و جالب میذارید. با یکی از ترانه های رنا برنامه رو به پایان میرسونیم با شما. ممنون، متشکرم. خواهش میکنم. تویی که مهتابی، منم که بیتابم، تویی که شب تابی، منم که بیخوابم، روی تو درخشون آسمون شب، پایی که قصه می گفت چه عاشقون شب. عکس تو افتاد تو آینه دریا، باز شد مغرب باده باده بونها، رقص تو موجها غرق خواهش بود، دست موج شکنها پر از نوازش بود. 670 AM لس آنجلس. ای خانم باز داری جدول حل میکنی؟ کلافه شدم. ببین هفته عمودی اولین شرکت ترمیم و تسویه کردیت در جامعه ایرانی. آخه اینم شد سوال، تو این همه شرکت کردیت ریپر من از کجا بدونم اولیش کدوم یکیه؟ اینو دیگه عالم و آدم میدونن که انریچ فاینانشال اولین شرکت تخصصی کردیت ریپر تو جامعه ایرانیه. وایسا ببینم جا میشه انریچ فاینانشال خودشه. خب این یکی رو چی میگی؟ پیشگام در ستل کردن وامای دانشجویی ده حرفه. ماشاءالله به حافظت. اون کی بود که بدهی وامای دانشجوی آقا داداشتون درست کرد؟ رفیق خانده‌داش دکترم که اول همه واماش رو یه کاسه کرد، بعدش هم با یه قسط خیلی کوچولو نسخه همه واماش رو پیچید. رفیق کدومه؟ اون معجزه‌گر آریان اقبالی بود، رئیس شرکت انریچ فاینانشال. البته خانده‌داشتون به ما گفت که برای درست کردن کردیتمون بریم پیشش. راست میگی، آریان اقبالی بود. پاشو همین الان شماره‌اشو پیدا کن، باید باش تماس بگیری. شماره‌اشو دارم، یعنی اصلا چیزی نیست که آدم یادش بره. 1-800 اقبالی. آیا شما در ایران ملک و یا دارایی دارید؟ آیا با ایران روابط تجاری دارید؟ آیا قوانین مربوط به تحریم‌های اقتصادی را رعایت می‌کنید؟ تخصص ما در دفتر حقوق یزدانیار در رابطه با امور اوفک و بانکداری است. با بیش از 7 سال سابقه موفق در یاری رساندن به افراد و شرکت‌ها برای تطبیق قوانین دولت آمریکا که دائما در حال تغییر است. برای اطلاعات بیشتر با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. 310 780 6360 310 780 6360
دکتر جان رضاپور، چشم پزشک حاضر و پرتجربه جامعه چشم پزشکی، با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی و کادری مجهز، با همکاری چشم پزشک توانا دکتر پژمان بختیاری، خدمات چشم پزشکی خود را ارائه می دهد. در مراکز ادوانس آی سرجری کلینیک، حسان مراکز دانشگاهی عظیم، کلیه اعمال جراحی چشم، جراحی کترک با لیزر و بدون بخیه، با پیوند پیشرفته ترین لنزهای داخل چشمی مولتیفوکال برای اصلاح دید دور و نزدیک و کلیه جراحی های لیزری گلاکوما و جراحی های نوین قرنیه، دیمک، دیسک، دارک و همچنین آخرین و جدیدترین شیوه درمان قوز قرنیه کراسلینکینگ مورد تایید FDA و لیزیک به شیوه جدید انجام می‌پذیرد. در انسینو ساختمان ایرانیان 818-205-1200، در لس آنجلس 310-657-3200. چرا باید شبانه روز از اشکالات پا مثل سوزش، خواب رفتگی، سنگینی و بیقراری در عذاب باشید؟ دکتر سام ابراهیمی پیشنهاد میکند علائم درد پای خود را جدی بگیرید. هرچی درمان اشکالهای عروقی رو عقب بندازین، صدمات پا رفته رفته به دردهای مزمنی تبدیل میشه و این دردها میتونه در پای شخص به صورت دائمی باقی بمونه. حتی اگر با درد هم کنار بیایید، ریسک‌های دیگر پدیدار میشوند. با معالجه به موقع مشکلات عروقی پا میشه از عواقب به خطرناک اون در آینده مثل خونلختگی، آمبولی های قلبی و ریوی که با سلامتی شما ارتباط مستقیم داره جلوگیری کرد. معالجات در چند جلسه کوتاه مدت بدون جراحی خیلی راحت به صورت سرپایی انجام می شود و می توانید زیبایی را هم به پاهای خود برگردانید و اجازه دهید بیمه هزینه آن را پرداخت کند. بله، 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داده یا از بین ببرد. مطب ها در انسینو و گلندل. 818-900-2700. اکبر جون بپا، طرف قرمز رو رد کرد. اخ اخ اخ، اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد. آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم. کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه. آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر، یدیدی 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 یدیدی. چی بهش گفتی اکبر آقا؟ چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتون هم میکنه. ولی اکبر جون، شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی. اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی. دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول و برتر در تصادفات. 818-999-99-99. وانت کانکشن، ارائه دهنده مجهزترین سیستم های سولار، درب و پنجره، روفینگ و ایر کاندیشنینگ. وانت کانکشن، بیاند پاور. 818-722-6222 با مدیریت امیر پاشا. 670 AM Los Angeles. یک هنرمند، یک اثر. خب در این لحظه از برنامه با کمال خوشحالی هنرمند دیگری رو خدمت شما معرفی میکنم که برای خود من جایی واقعا افتخار داره که با این بانوی جوان آشنا شدم چندی پیش، یکی دو سال پیش، و شاهد فعالیت‌هاش بودم در تمام این سالها برای زنده کردن در واقع خرد باستانی همراه با رقص یا از طریق رقص. سوها شریف، بنیانگذار وشت، یک نهاد غیر انتفاعی که از سال 2016 شروع به کار کرده، تحت تاثیر سنت‌های قدیمی، رقص‌ها و با الهام گرفتن از زیباشناسی سنتی ایرانی این نهاد رو به وجود آورده و غیر از عشق فراوانی که به رقص داره، لیسانس خود رو در رشته مهندسی نرم افزار گرفته و رشته MBA را هم داره، یعنی از اون دانش آموخته رشته MBA هم هست، منیجمنت، بیزنس منیجمنت، و همچنین دانش آموخته رشته روانشناسی کارل یونگ که میبینید با یک دست چند هندوانه برمیداره. در این حال
از سابقه فعالیت‌های سوها شریف پژوهش و رشد در رشته روباتیکس بوده و سالها تحقیق و پژوهش در زمینه رقص در کشورهایی غیر از ایران مثل هند که این عشق و این توجه زیاد و به رقص رو به خاطر همه این فعالیت‌ها و کوشش‌هایی که کرده و پژوهش‌هایی که کرده به خوبی از لابلای کارهایی که انجام میده میتونیم ببینیم. مهمان این ساعت من سوها شریف هست و از او دعوت کردم تا در مورد برنامه جدیدی که روی صحنه خواهد بود با شما صحبت بکنم. خانم سوها شریف، صبح شما بخیر. صبح شما و شنوندگانتون بخیر. خانم هما سرشار عزیز و نازنین، پیش از هر چیز باید از شما سپاسگزاری کنم که همیشه پشت هنرمندان، به خصوص هنرمندان جوان هستیم و واقعا پشت هر فعالیت فرهنگی و هنری واقعی و حقیقی که در این شهر انجام میشه حضور شما همیشه پررنگ هست. بسیار ممنون که منو به برنامه‌تون دعوت کردید. سپاسگزارم که شما دعوت منو قبول کردید و خیلی دلم میخواد که با این واژگان زیبایی که شما دارید، یکی از چیزایی که تحت تاثیر شما قرار گرفتم موقعی که اول شما رو دیدم این که چقدر فارسی زیبایی با واژگان خیلی فاخر صحبت میکنید. خودتون بگید چرا این نهاد وحش رو بنیان گذاشتید خانم سوها شریف؟ باعث سعادت من هست که این رو از شما میشنوم. جان دوباره‌ای به من دادید، واقعا ازتون ممنونم. سازمان غیرانتفاعی وحش روی حرکت‌های باستانی فلات ایران کار کرده و همونطور که شما گفتین به دنبال خردورزی و بازگردوندن فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی به ابزار رقص هستیم. بنابراین فعالیت بیشتر ما به روی برنامه‌های پرفورمنس، در واقع اجراهای رقصی خواهد بود که اونها به شکل داستانی یک روایتی رو بیان می‌کنن و در برنامه‌ای که ما پیش رو داریم 28 جولای مثل برنامه‌ای که در فوریه در لس آنجلس داشتیم، بینابین این قطعات رقص دو نفر میان که یکی به زبان انگلیسی و دیگری به زبان فارسی یک تئاتری رو با هم دیگه بازی میکنن که در حین اینکه یک فضای شادتر و شاید کمدی رو ایجاد کنن برای مخاطب، اطلاعاتی رو راجع به اون قطعات ارائه میکنن که یه مقدار برنامه رو ایجوکیشنال هم کرده باشیم. آموزشی میکنه. تجربه‌ای که در اجرای اول داشتین در ماه فوریه در شهر لس آنجلس چگونه بود خانم سوها شریف؟ تجربه بسیار موفقی بود. ما کمتر از یک ماه وقتی که بلیتمون رو ریلیز کردیم که سولداد شدیم. اجرامون بسیار زیبا بود، نتیجه بسیار خوبی از آدینس گرفتیم. وقتی که بهمون نظراتشون رو گفتن همه راضی بودن، همه دوست داشتن، براشون خیلی جالب بود. جوانان ایرانی که به برنامه اومده بودن میگفتن ما اصلا نمیدونستیم چون این چیزی در مورد رقص‌های ایران وجود داره. و همونطور که شما بهتر میدونید وشت کلمه فارسی رقص هست، کلمه‌ای که پیش از این که کلمه عربی رقص به زبان ما بیاد استفاده میشد در ایران به مفهوم حرکاتی که پشت اون معنا و مفهوم داره. ما این کلمه رو استفاده کردیم و این مفهوم رو به روی صحنه آوردیم و برای من خیلی جالب بود که مخاطبین ما علی‌رغم اینکه با حمایت واقعا بیشتراشون خیلی سریع کمک ما کردن که این برنامه سولداد بشه، بسیار براشون جذاب بود و بسیار خوشحال بودن از اینکه یک چنین فضایی ایجاد شده که میتونن اطلاعات بیشتری رو بگیرن در حالی که سرگرمی دارن، در حالی که اینترتین میشن، همه اینا کنار هم دیگه هستش. و راجع به رقصنده ها باید بگم که رقصنده های برنامه ما هیچ کدوم ایرانی نیستن و رقصنده های حرفه‌ای هستن که در برادوی می رقصن، در دیزنی، در یونیورسال استودیو که رزومه هاشون پیشتر برای شما ایمیل شده خانم سرشار عزیز. و این دوستان از سال 2015 دارن با من کار میکنن که بتونن فرم های ایرانی رو اجرا کنن. در این حال یه توضیح کوچیکی بدم چون متوجه شدم طراحی رقص در فرهنگ ما خیلی ناشناخته است و همه میگن چرا ایرانی ها نمی رقصن. در واقع طراحی رقص مثل نوشتن نوت برای یک قطعه موسیقی میمونه و اگر یک نوازنده قوی نوت‌خوانی بلد باشه میتونه به راحتی یه سری در واقع یک ملودی رو یا یک ریتمی رو با موسیقی اجرا کنه. رقصنده ها هم همینطور هستن. البته باید اضافه کنم که کسانی که بک‌گراند رقص کلاسیک ایرانی ندارن که من میدونم در دنیا اگر باشن از انگشتان دست کمترن،
فرم‌هایی رو دارن که کسانی که مثلا باله کار کردن نمی‌شناسن. بدنشون و اون عضلاتی که باید اینوالو بشه به اون حرکات خیلی شناخته شده نیست. حالا حتما اگر که شما رو میدونم که در این برنامه نخواهیم داشت متاسفانه. خودم متاسفم. بله. این کم سعادتی ماست. امیدوارم که شنوندگان برنامه‌تون وقتی که تشریف میارن اطلاعات بیشتری راجع به این دیتیل ها بگیرن، علارغم این که بسیار صحنه خوشرنگی میبینن از لباس های رنگارنگ ما و که البته لباس های ما همه ایرانی هستن و توی پروگرام بوکی که به دستشون میدیم راجع به ریشه بعضی از اونها و ریشه بعضی از حرکت ها نوشته شده، بتونن اطلاعات بیشتری هم راجع به این بخش از هنر ما که بسیار مهجور مونده در سالهای اخیر کسب کنن. یادم اون موقعی که با هم صحبت کردیم نخست که داشتین این پروژه رو میپروروندید، صحبت از این بود که برنامه‌ای به یه نوعی هم مالتی میدیا باشن، یعنی از آگاهی خودتون و از تخصصی که در زمینه کامپیوتر و در زمینه‌های مختلف این چنینی دارید استفاده میکنید. همچنان اون فکر اولیتون اجرا میشه؟ بله، در این برنامه، این برنامه ما مولتی مدیا نیست. آها. ما می‌خواستیم فوکوسش روی موومنت، رقص و کاستوم و لباس هست. آه. ما می‌خواستیم که پشتمون یک صحنه تیره‌ای باشه که دیتیل‌های حرکتی، جزئیات حرکت دست‌ها، انگشت‌ها و جزئیات لباس‌ها نمایش داده بشه. در برنامه که با شما راجع به صحبت کردم که مینامه هست، آها، که آقای حمید سعیدی عزیز که گرمی گرفتن اخیراً موزیکش رو تمام کردن و ما از شما قول‌هایی هم گرفتیم، امیدوارم که هنوز پا بر جا باشه. بله بله، همچنان پا بر جاست. بله تمام، مرسی. اون برنامه به زودی میاد به صحنه و ما هنوز داریم روی پروداکشنش کار میکنیم. اون برنامه خیلی گرون هست و ما هنوز تموم نکردیم همه کارش رو. به الزمام اینکه فکر کردم برای بینندگان خیلی شاید جالب باشه که اول با دیتیل و کنه و بنه این حرکت‌ها و لباس‌ها آشنا بشن که بعد که این حرکات وارد یک داستان عظیمی مثل نینامه میشه که به نظر من یکی از پرباطن داستان‌های روی کره زمین هست، بتونن که توفیقی از همه اینا رو بگیرن و در واقع کسب بیشتری از دیدن اون اجرا داشته باشن. برای همین این رو به عنوان یک مقدمه در نظر میگیریم برای پروژه مولتی مدیا که نینامه هست. و امیدوارم که دوستانی که اینجا میان حتما برنامه نینامه رو هم تشریف بیارن و ما کنار هم دیگه بتونیم یک پرفورمنس زنده و اجرایی پر از انرژی داشته باشیم. حتما چنین خواهد شد. برنامه یه خانم سها شریف با عنوان برداشت نو از رقص‌های کهن ایرانی قرار است که روز 28 جولای، یک شنبه 28 جولای ساعت 7 بعد از ظهر در کلر تریور تیتر در یو سی ایرواین، بیلدینگ شماره ساختمان شماره 711 در شهر ایرواین اجرا میشه، در دانشگاه یونیورسیتی آف کالیفرنیا ایرواین، در دانشگاه ایرواین برگزار خواهد شد، در سالن معروف کلر تریورش که سالن بسیار خوبی هم هست. کسانی که علاقمند هستن که به این برنامه برن که توصیه میکنم این کارو بکنید، چون واقعا خودم که نیستم، خودم تورنتو هستم در جشنواره تیرگان اون هفته، اون تعطیلات آخر هفته، ولی واقعا اشتیاق این رو داشتم که این برنامه رو ببینم. امیدوارم تکرار بشه. شماره تلفن اطلاعات 818-564-6111 هست و کسانی که میخوان اطلاعات بیشتری در مورد بنیاد وشت داشته باشن میتونن به سامانه این بنیاد vasht.org vasht.org مراجعه بکنن و اطلاعات بیشتر رو بگیرن و از برنامه های آیندهشون هم مطلع بشن. خب خانم سها شریف، به ما بگید که این آهنگسازی و این چیزای نینوا که تموم شده، فکر میکنید برای کی میخواید اون برنامه رو رو صحنه بیارید؟ امیدوارم که در سال آینده 2020 این اجرا روی صحنه بیاد و این منوط به پشتبانی بزرگانی که اهل هنر و ادب هستن مثل شما و شنوندگان بسیار خوب و پربار برنامه‌تون هست. ما منتظریم که پشتبانی بیشتری داشته باشیم برای به صحنه آوردن نینامه و امیدواریم که این اتفاق در سال 2020 بیفته. ما هم همچین امیدواری رو داریم و آرزوی موفقیت فراوان میکنم براتون. ممنونم که دعوت من رو برای گفتگو پذیرفتین. باز هم با شما در مورد پروژه های دیگرتون در آینده گفتگو خواهیم کرد. خانم سها شریف، طراح رقص و پژوهشگر رقص های کهن ایرانی. خیلی از بزرگواریتون ممنونم خانم هما سرشار عزیز. به امید دیداری زود و ممنون از شما که منو برنامه دعوت کردین. باش میکنم. به امید دیدار. خدا نگهدار. خدا حافظ شما.
هفته‌ای که در پیش داریم. خب تا در وقت کوتاهی که داریم اجازه بدید که چند برنامه‌ای که در هفته آینده روی صحنه خواهد رفت یا وجود داره رو برای شما بگم. کنسرت موسیقی ایرانی مهر به مهر با همراهی میثاق و متین اساقی، گروه کوبانگ و حضور شاهرخ مشکین قلم و گردآفرید قرار هستش که فردا یک شنبه 14 جولای ساعت 7 بعد از ظهر در گیندی اودیتوریوم امریکن جویش یونیورسیتی روی صحنه بره، واقع در 15600 مال هولند درایو، تقاطع 405 و مال هولند. همه شما میشناسید این محل رو. iranyticket.com/kubang-ensemble برای کسانی که میخوان آنلاین بلیت بخرن و برای تهیه بلیت از فروشگاه ایرانی گالریش و کیو مارکت. تلفن اطلاعات هم 818-679-8352 خواهد بود. خبردار شدیم که همکار عزیز ما خانم دکتر بنفشه سوده همراه با شاعر صاحب نام شیدا محمدی و استاد ویولونسل همایون خسروی به اتفاق شب شعر و موسیقی دارند در باره نیمایوشیچ که یک جنگ ادبی است که در خانه ایران واقع در 25550 هاتون بولوار در شهر تورنس سویت شماره 300 برگزار خواهد شد. تلفن اطلاعات 424-242-2489 تلفن خانه ایران هست. کسانی که آشنایی دارند با این نهاد بسیار فعال میدونن که هر ماه برنامه‌ای در مورد ادبیات، هنر و مسائل اجتماعی در اونجا مطرح میشه که فعالیتشون خیلی خیلی قابل اعتناست. دو نشریه به دست من رسیده که در این ماه چاپ شده، بررسی کتاب از در واقع با مدیریت آقای مجید روشنگر، شماره ویژه‌ای که این بار شماره 29 سال 29 هست، دوره جدید و شماره 97 که در آمده، بهشون بابت زحماتی که میکشن که این ماهنامه بررسی کتاب رو همچنان زنده و فعال نگه دارن سپاسگزاری میکنیم. محبت کردم برای منم گذاشتن یک دونه تو باکس من که ازشون از این بابت متشکرم. نشریه مجله پزشکی سلامتی به نام سیب هم شماره 11 در آمده، دو سالی که این نشریه در میاد و اطلاعات فوق‌العاده جالبی از نظر پزشکی داره با مدیریت خانم دکتر زهرا آزادبادی که این نشریه رو روز به روز دارن پربارتر میکنن. از ایشون هم سپاسگزارم که یک شماره رو برای ما گذاشتن و فکر میکنم دیگه برنامه های دیگر شما همچنان میتونید در پورتال iranianhotline.com و یا پورتال های دیگه پیدا بکنید و به دیدارشون برید. تقاضای من همیشه این هستش که دوستان از هنرمندان، از گروه های ایرانی، از نهادهای ایرانی حمایت بکنند و با حضورشون نشون بدن که این برنامه ها همچنان برای جامعه ایرانی قابل اعتناست و قابل دیدنه و قابل پشتیبانیه. سپاسگزاری میکنم از فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه، مهمانان گرامی آقای علی افشاری، احمد باطبی، مهماندانا دکتر ماندانا زندیان، جمشید برزگر، شهبال شبپره، سوها شریف، رعنا منصور و با همراهی صدای داریوش و شاهین نجفی عزیز که دو ترانه از اونها شنیدید. قدردانی میکنم از شما شنوندگان خوب و وفادار برنامه صبحانه با هما سرشار. به صفحه فیسبوک من برید، لایک بزنید، دوستم داشته باشید، کاربر یوتیوب و اینستاگرام و تلگرام هم باشید و از اونها هم بهره بگیرید، چون آرشیو برنامه ها یا اونجا هست یا در سامانه خود من hamasarshar.com. روز و روزگار به شما خوش باد. تا برنامه دیگر و هفته دیگر.
خب فرشاد به من میگه عجلت برای چی بود؟ گفتم والا من فکر کردم برنامه تموم شد. میگه نه برنامه تموم نشد، هنوز چند دقیقه دیگه داریم. گفتم خب منم حرف دارم برای زدن. برای شما یکی دو تا در حاشیه خبر رو بگم. اینکه تابلوی مرگ مارتین لوتر کینگ اثر بهمن مؤسس از میان 7 گرانبهاترین اثر به حراج رفته در بزرگترین حراج خاورمیانه یعنی کریستیز هفته پیش به فروش رفت به قیمت 748 هزار دلار و این حراج که در لندن، البته در این خبر یه جا نوشته کریستیز، یه جا نوشته ساتبیز، آها 772 هزار دلار در حراج ساتبیز لندن توانست دومین اثر گرانبهای حراج باشد. بهمن مؤسس که در اسفند 1310 در رشت به دنیا آمده و نقاشی رو در نوجوانی نزد حبیب محمدی نقاش گیلانی آموخته، در کاراش اون از همان زمان شروع کرده و در کنار کسانی چون حسین سرشار، مرتضی حنانی و فهیم راستکار علاوه بر تحصیل به دوبله فیلم‌های اروپایی به فارسی هم مشغول بود. در واقع جزو اولین کسانی بود که صداشون به روی فیلم‌های اروپایی شنیده شد و ترجمه آثار نویسندگانی چون لوی جی پی راندلو، یوژن یونسکو و ژان ژنه رو و همینطور کارگردانی تئاتر از دیگر فعالیت‌های این هنرمند بسیار بسیار مطرح است و در سال‌های اخیر کارهای از او به قیمت‌های باورنکردنی به فروش رفته، در حالی که در طول زندگی خودش موقعی که در قید حیات بود خیلی اهمیتی نمی‌داد که به اینکه کتاباش فروش بره. کمپانی فوکس واگن هم اعلام کرد که فوکس واگن معروف بیتل یا سوسک رو از امسال داره بازنشسته می‌کنه و این اتومبیلی که همه ما یه نوعی باش در یک زمانی خاطره داریم، زمانی آغاز به کار که آغاز به طراحی شد که دوران آدولف هیتلر بود ولی معلق ماند ساختش تا اینکه بعد از جنگ جهانی دوم شروع کردن به ساختن این اتومبیل ها و در تمام جهان و در بین بسیاری از خانواده ها و کسانی که اتومبیل داشتن در هر حال فکر میکنم یه زمانی هر کسی فولکس واگن داشته که به آلمانی فوکس واگن بهش میگن و گفتن که دیگه ایشون این اتومبیل رو باید کنار گذاشت، باش خدافظی کرد و جز خاطرات تاریخی اتومبیل های معروف قرار خواهد گرفت. خب ما خواستیم این دو دقیقانم پر کنیم برای شما فرشاد خان که ناراحت نباشی، حالا میتونید دو مرتبه دوستم باشی یارم باشی ادامه بدی. باشی در جنگ تو هنوز وقت داریم. میخوام براتون از محمود دولت آبادی از جای خالی سلوچ یک تیکر رو بخونم، یک تیکر خیلی کوتاه جالبه. آدمی به مرور آرام میگیرد، بزرگ میشود، بالغ میشود و پای اشتباهاتش میایستد. آنها را به گردن دیگران نمیاندازد و دنبال مقصر نمیگردد. گذشتش را قبول میکند، نادیدش نمیگیرد و اجازه میدهد هر چیزی که بوده در همان گذشته بماند. آدمی از یک جایی به بعد می فهمد که از حالا باید آیندهش را از نو بسازد، اما به نوعی دیگر می فهمد که زندگی یک موهبت است، یک غنیمت است، یک نعمت است و نباید آن را فدای آدمهای بیمقدار کرد. اصلا از یک جایی به بعد آدم حالش خوب می شود. هر
یک شنبه 3 تا 4 بعد از ظهر سوالات پزشکی خود را با تماس با استودیوی رادیو ایران از دکتر فرهاد نصر جویا شوید. شماره مطب دکتر فرهاد نصر 310-858-1800. من گیتا صرافان، مشاور وام شما. اگر تصمیم به خرید خانه را دارید و نمیدانید از کجا شروع کنید، اگر به فکر عوض کردن وام منزلتان هستید ولی نمیدانید چه نوع وامی مناسب شماست، با من تماس بگیرید. مطمئنم 28 سال تجربه و صداقت من راه شما را همراه خواهد کرد. تلفن تماس 818-907-8158-818-907-8158. گیتا صرافان. هلو حسن جون، دنبال یه متخصص بیمه های مدیکری میگردم که مناسب تر مکمل مدیکر برام بگیره. تلفن کن به مجتبی فکورفر. برای رفع مشکلات پزشکی و دارویی جور و جوری هم که دارم، کسی رو میخوام با یه تلفن جواب تمام سوالاتمو بده و یه ساعت پشت خط تلفن با شرکت بیمه کل کل نکنم. زنگ بزن به مجتبی فکورفر. یه بیمه عمر میخوام که در طول زندگی سخت بیمار شدم به خودم پول بده و جیم ممبرشیپ مجانی هم میخوام. دیگه چی نمیخوای؟ هم مشکلاتتو حل میکنه، هم جیم ممبرشیپ مجانی برات میگیره. ببین، انتخاب مجتبی فکورفر انتخاب برتر در بیمه های مکمل مدیکر کالیفرنیا است. همین الان زنگ بزن به مجتبی فکورفر. تلفنش هم اینه: 714-921-921-4. 714-921-921-4. عضو 08. مثل اینکه این آقا مجتبی فکورفر مشکل گشاست. دست درد نکنه، خیالم راحت کردی. لایسنس نمبر 0D57926. به به، چه عجب که به ما زنگ